بسم الله الرحمن الرحيم براندگاني عزيز ومحترم درود و السلام خدا برش اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم وبارك على محمد النبي الامي وعلى ال محمد كما باركت على على ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد مندهان عزيز بر در برنامه گذشته در مورد سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم صحبت با هم دیگه داشتیم به اینجا رسیدیم که بررسی سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دارای اهمیت و فواید زیادی است که یک فردی که به انسان به عنوان یک انسان مؤمن کسی که خود را پیرو رسول الله میدونه چرا بایستی از سیرت رسول الله بدونه آیا ندانستن و آگاهی نداشتن از سیرت رسول الله موجب خسران و زیان هست یا اینکه نه فرقی نمی کنه؟ همه اینها را و مسائل بسیار مهم دیگری را در برنامه امروز مورد بحث و بررسی قرار میدیم اولا گفتیم که رسول الله صلی الله علیه و سلم الگوی ماست کسی است که خداوند به ما امر کرده که از او پیروی کنیم و او را الگوی خود قرار بدیم اسوه ماست الگوی ماست هر کاری میخوایم انجام میدیم مناش اینه که باعث ببینیم که پیامبر چه کاری انجام داده تا ما هم انجام بدیم این میشه به معنای اسوه و الگو چه وقت میتونیم ما پیامبر را اسوه و الگوی خودمون قرار بدیم آیا اگر از سیرت رسول الله خبر نداشته باشیم می شود رسول الله را الگو و اسوه خودمون قرار بدیم؟ یا اینکه نیازمند این است که در باب عقیده، در باب اخلاق، در باب عبادت در همه امورمون نیازمند این هستیم که بدونیم رسول الله صلی الله علیه و سلم چگونه بودند تا او را اسوه و الگوی خودمون قرار بدیم لقد کان لکم فی رسول الله اصوه حسنه برای شما در رسول الله الگوی زیبایی است زیباترین الگو برای انسان هست برای چه کسانی لمن کان یؤمن بالله والیوم الاخر برای اون کسانی که ایمان به الله و روز آخرت دارند پس الگو بودن پیامبر برای کسی است که ایمان به الله داره به روز آخرت داره پس اون کسی که میگه من ایمان به خدا دارم بایستی از زندگی رسول الله بدونه از سیرتش بدونه از حدیثش بدونه از اعمالش از گفتارش همه اینها آگاه باشه تا پیامبر را به عنوان الگو و عصفه خودش قرار بدهد و خطرناک هست گفتیم اون کسانی که منکر سنت میشن منکر, این قضیه میشن چرا که فرمودن کسی که ایمان به خدا و روز آخرت داره پیامبرش براش الگوست کسی که منکر سنت هست چطور میشه پیامبر را به عنوان الگو و اسوه زیبای خود قرار بدهد الگوی او در این کارها در این بندگی کیست خب انبیا و بیویج رسول الله صلی الله علیه وسلم اسوه و زیباترین الگوی ما در بندگی برای خداست برای پیمودن راه راست هست برای رسیدن به خدا بهترین الگو رسول الله صلی الله علیه و سلم هستن این یک قضیه قضیه دوم گفتیم که سیرت رسول الله به عنوان یک میزان است که به وسیله اون اعمال انسان ها مورد وزن قرار میگیره چرا که اعمال بایستی بر اساس راه و روش و سنت پیامبر و گفتار پیامبر باشه کسی نمیتونه خلاف دستور رسول الله کاری را انجام بده و بعد بگه بدین وسیله میخوام خودم را به خدا نزدیک کنم بدعت همین هست بدعت یعنی اینکه در امور دین دقت کن در امور دینیمون در امور اعتقادیمون در طاعات در عبادات راه و روشی را برای خودمون به وجود بیاریم که پیامبر انجام نداده پیامبر نفرمودند پس اینجا راه و روش رسول الله در عبادات در عقیده این میزان است وزن میشه هر گفتاری هر عملی رو بایستی در این میزان میزان سنت میزان سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم وزنش کنیم بینید که پیامبر به این عمل وزنی میده یا اینکه نه اصلا این عملی که انسان انجام میده هیچ وزنی نیست پس میزانی شد اعمال سنت رسول الله سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم در صحیح بودن در قبول شدن و یا باطل بودن یک کاری سومین قضیه که بسیار مهم هست اینه که بررسی سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم به ما در فهم قرآن کمک میکنه چگونه؟ چرا که زندگی رسول الله صلی الله علیه وسلم تطبیقی بود عملی بود به اون چیزی که خدا دستور داده عملا اون چیزی که خدا در قرآن دستور داده رسول الله به اون عمل کردند زمانی که از امور المؤمنین عایشه رضی الله عنها سوال میشه در مورد اخلاق رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که اخلاقش قرآن بود اخلاقش قرآن بود یعنی چی یعنی اون چیزی که قرآن فرموده بود به اون عمل میکرد اون چیزی که امر کرده بود عمل میکرد اون چیزی که نهی کرده بود ازش دوری میجست در باب عقیده در باب اخلاق در باب عبادات در باب برخورد با مردم با دشمن با همسایه با مسلمان با کسی که بود در جنگ هست با کسی که تو در صلح هست پس اخلاق رسول الله صلی الله علیه و قرآن بود بر اساس دستورات قرآن زندگی میکرد میخوایم قرآن رو درست بفهمیم بیایم به سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم نگاه کنیم چ... چگونه می یک انسانی که میگه من پیرو رسول الله هستم به او ایمان دارم از زندگی رسول الله هیچ خبری نداشته باشه و یا منکر سیرت و حدیث و گفتار و عمل رسول الله صلی الله علیه وسلم بشود مسئله چهارم سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت پیامبر را در قلب ما بیشتر میکنه سیرت رسول الله بررسی سیرت سبب میشه که انسان پیامبر را بیشتر دوست داشته باشه نیا کنید خداوند در قرآن دائما نعمتهای خودشونو به ما یادآوری میکنند برای چی؟ این وسیله محبت خدا در قلب ما جا بگیره دائما میفرمان که اذکرو نعمت الله علیکم بیاد آورید نعمت خدا را بر خودتون این بیاد آوردن نعمت سبب ازدیاد محبت خدا میشه نعمت را از خدا میدونیم در راه خدا بکار میبریم از خدا غافل نمیشیم انسان دچار غرور نمیشه دیگران تحقیر نمیکنه در راه حرام این نعمت به کار نمیبره وقتی که ما سیرت پیامبر رو میخونیم باعث میشه که محبت ما نسبت به رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر بشه رسول الله میفرمان که لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده و ولده و الناس اجمعین فرمودن که ایمان نمیارد یکی از شما مگر زمانی که من یعنی رسول الله از همه کس به نزد او محبوب تر باشد از خودش حتی از خودش از فرزندش از همسرش از پدر و مادرش و از همه مردم از مالش هر چیزی که هست در برابر محبت رسول الله عدد نیست دیگه این زمانی است که انسان مؤمن میشه خب چگونه انسان به این مرحله برسه وقتی که من پیامبر رو نمیشناسم هیچ ارتباطی با اون از زندگیش هیچی نمیدونم چگونه میشه من پیامبر رو دوست داشته باشم نگاه کنید رسول الله صلی الله علیه وسلم برای اینکه این محبت در بین ما و پیامبر بمونه دائما ما را تشویق کردن به درود و سلام فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم چرا که در این درودی که بر پیامبر میفرستیم چقدر فواید نهفته است اولا ما دائما اعلان تجدید بیعت با رسول الله میکنیم که ما به این پیامبر ایمان داریم رسول خداست بهش ایمان داریم این اعلان رو میکنید و محبتش و ایمانش که دارید ازش پیروی میکنید چی گفته چی از من خواسته چگونه زندگی کرده اینها سبب میشه که محبت او در قلب من جای بگیره پیروی ازش میکنم دیگه وقتی محبتش در قلب من باشه به راحتی دستوراتش رو عمل میکنم در هر حالتی باشه سعی و توان خودمو میکنم که از اینجا چون پیامبر اینگونه کار انجام داده این کار انجام بدم بله دقت کنید پس رسول الله میخواسته و میخواهند که با این گفتارشون در بحث سلوات فرستادن بر رسول الله که ما همیشه پیامبر رو بیاد داشته باشیم وقتی پیامبر رو بیاد داشته باشیم یعنی دین خدا رو بیاد داریم بندگی برای خدا را فراموش نخواهیم کرد پیامبر مگه به چی دعوت داده به, د... به عبادت خودش که دعوتمون نداده وقتی میگیم که بار الها بر محمد درود و سلام فرست به چه خاطر شما این دعا را میکنید وقتی که ما هیچ از سیرت پیامبر نمیدونیم و غافل از او هستیم و خلاف دستورات او هم کار میکنیم محبت او در قلب ما نیست محبت زنان فرزندان خیشاوندان یاران او هم در قلب ما نیست حالا هر چی بگیم اللهم صل علی محمد و علی آل محمد چه تأثیری میذاره در حالی که این چیزی که رسول الله فرموده و خداوند هم به اون امر فرمودن اینه که مسئله محبت و پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم و دائما انسان بیادش اینجاست که اگه واقعا این، وقتی رسول الله فرمود که بر من درود فرستید خدا بر شما درود میفرستد بعد از, آن دعا کنید که در روز قیامت من خدا من را شافع شما قرار بده همین معنی است که ارتباط دائمی که انسان روحی که با رسول الله خواهد داشت ارتباط ایمانی که ما با رسول الله صلی الله علیه وسلم بدین وسیله برقرار میکنیم با خواندن سیرت رسول الله با آگاه شدن از راه و روش زندگی رسول الله صلی الله علیه و سلم. وقتی به سیرت نگاه میکنیم به تاریخ نگاه کنیم افرادی میمودن پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم در حالی که به اعتراف خودش میگفت که هیچ کس مثل محمد نزد من مبغوز نبود از هیچ کس مثل محمد بدیم نمی اومد بدترین دشمنی با محمد داشتم وقتی می اومد پیش رسول الله صلی الله علیه و سلم برخورد رسول الله را می دید 180 درجه تغییر می کرد اعتراف می میگفت که یا رسول الله قبل از این که بیام پیش تو هیچ کس مثل تو ازش بدیم نمی اومد اما الان هیچ کس مثل تو در نزد من نیست هیچ کس مثل تو رو دوست ندارم فقط در یک برخورد با رسول الله صلی الله علیه و سلم پس نگاه کنید محبت رسول الله کی زیاد میشه این فرد رسول الله را ندیده بود آشنایی با این نداشت چیزهایی شنیده بود از محمد چیزهایی شنیده بود چیزهایی بد شنید وقتی اومد پیش رسول الله اونو دید بهش ایمان میاره میگه چقدر تو رو دوست دارم الان اثامه ابن ثمامه ابن, ابن اثال اومد که بزرگ یمامه بود انتوره میگه در روایت امام احمد میگه که یا محمد والله ما كان على وجه الارض ابغض الي من وجهك سوغن بخدا هیچ کس مثل تو در ما مبغوز نبود هیچ فردی انقد ازش بدیم نمیومد فقط اصبح وجهك احب الوجوه كلها الي أما الان دیگه انقد تو رو دوست دارم که هیچ کس این گونه دوست با یک برخورد با رسول الله صلی الله علیه وسلم پس میخواییم که پیامبر محبتشو داشته باشیم باعث زندگیشو بدونیم خداوند میفران که فبما رحمت من الله لنت لهم با رحمتی از خدا بود که تا برای اونها نرم شدی نرم خوب بودی خوش اخلاق بودی اما اگر بد اخلاق بودی فضا غليظ القلب بودی لم من حولك از دور بر تو پراکنده نمی وقتی که حضرت عمر میخواست با منافقین با تندی برخورد کنه رسول الله میفهمه که نرهاشون کن ترسم که مبادا این برخورد تندی با این منافقین که در مدینه هستن و اونهایی که دور هستند خیال میکنن اینها مؤمن هستن در دار دو دا ایمان میکنن دیگه بشنوند که محمد با یارانش با تندی برخورد میکنه سبب این بشه که ایمان نیاورند حتی در برخورد با منافقین پیامبر صلی الله علیه وسلم چگونه بودند با رأس منافقین عبدالله ابن ابی ابن سلول که چه حرفای تند و زشتی به پیامبر میزدند ولی با این حال رسول الله صلی الله علیه وسلم با او به تندی برخورد نکرده این برخوردهای خوب سبب می شد که مردم ایمان بیاورند پس ما باید بدونیم حالا اون برخوردی که الان گروه هایی که به اسم اسلام دارن میکنن حالا اونی که میگه من داعشی هستم مردم را میکوشه مخالف خود را اصلا اون چه مخالفی اونم که مسلمون هست عالم هست امام مسجد هست حافظ قرآن هست استاد حدیث هست استاد تفسیر هست اینها را دارن به راحتی میکشند خیلی راحت بدون اینکه دلیلی باشه مدرکی باشه کشتن مردم براشون خیلی راحت هست و میبینیم که چه تاثیر بسیار بدی گذاشته در جهان در مسئله اسلام و اسلام حراسی را به وجود آوردند حربه شده برای مبارزه با اسلام همین اعمال زشتی که اینها انجام میدن اگر اینها از سیرت پیامبر آگاه بودن و این کارها رو انجام میدادن دچار این شبهه ها و این کارهای زشت و ننگی نمیشدن نه چون هیچ ارتباط روحی با رسول الله ایمانی و روحی با رسول الله ندارن دین را خلاصه کردن در کشت و کشتار بدون که بدونن که پیامبر گونه دعوت دادن چگونه برخورد کردن با اسرا با دشمنانش با منافقینش به جای خود بود مثلا که تون برخورد میکرد اونم با چه کسانی آقا شما دارید مسلمون رو میکشید میرید انسان هایی که در امنیت هستن نباید این کار رو انجام بید میکشید خب اینها چون اطلاع و آگاهی از سیرت رسول الله صلی الله علیه و ندارند وقتی اطلاع از این ندارند متاسفانه دوچار کچفهمی در قرآن میشن دیگه آقا میاد استدلال هم میکنه به آیت قرآن وقتی هم که میکشه داره عالمی را میکشه الله اکبر هم میگوید متاسفانه خب اگر از سیرت پیامبر آگاه بود این کار انجام نمیداد دوچار کچفهمی در قرآن نمیشد و به این جنایت دست نمیزد مسئله بعدی اصلا سیرت رسول الله خوندن باعث ازدیاد ایمان میشه همونطور که محبت پیامبر رو به وجود میاره در قلبمون سبب زیاد شدن ایمان انسان میشه شما وقتی که سیرت پیامبر رو میخونید انسان اشکش جاری میشه چطور محبت پیامبر در قلب انسان به وجود میاد ایمان او به رسول الله صلی الله علیه و سلم چون پیامبر رو شناخته من وقتی پیامبر رو نمیشناسم چطور ایمان نسبت به او زیاد بشود خداوند به اهل مکه میگه که آیا علت اینکه شما به محمد به عنوان پیامبر من ایمان نمی آورید؟ این است که او رو نمیشناسید در حالی که مدت طولانی در شما میان شما بوده ام لم یعرفوا رسولهم فهم له منکرون پیامبرشون رو نمیشناسند به این خاطر دارم میگن یه انسان غریبه است انکارش میکنن سوره یونس فرانک که فقط لبثتو فیکم عمرم من قبل قبل از اینکه به نبوت مبوس بشم مدت زمانی در شما بودیم چهل سال در مان شما زندگی کردم خب پس شناخته یا کنه اونها پیامبر رو میشناختن به می میگفتن محمد الامین بعد در صدق او هیچ شکی نداشتن اما بزرگان قوم برای حفظ منصب خودشون و پیامبر رو متهم میکردن من وقتی که پیامبر رو بشناسم اونجاست که ایمانم بیشتر میشه چرا خداوند دائما در قرآن خود را با اسما و صفات زیبایش به ما معرفی کرده وقتی خدا را بشناسیم ایمانمون به خدا کاملتر میشه قویتر میشه ایمان درستی میشه دچار شرک نمیشیم بین خودمون و خدا واسطه قرار نمیدیم از بشر دیگه قانونی برای حقی برای بشر قرار نمیدیم که بیاد هر قانونی بخواد بذاره و مردم وادار کنه به عمل کردن هر اندازه که شناخت ما به پیامبر هم بیشتر بشه ایمان ما بیشتر میشه قوی تر میشه میگی که شخصی مد پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم درخواست مبلغ از مال کرد پیامبر بهش داد همین شخص برگشت پیش قومش گفت که یا قوم اسلمو ای مردم مسلمون بشید چرا؟ کنید شناختی که الان از پیامبر پیدا کرده و این برخورد خوب و شناخت خوبی که از پیامبر داشته سبب شد که قومش مردمان زیادی مسلمون بشن گفت چرا؟ فإن محمدا يُعْطِي عَطَاءَ عطا رَجُلٍ لا يَخَافُ الفاقه اینقدر بزل و بخشش داره که ترس از تنگ دستی و فقر نداره در روایت میگه که انس ابن مالک میگه شخص می اومد فقط به خاطر اینکه پیامبر یه چیزی بهش بده از مال دنیا چیزی بهش بده می اومد اونجا میگه دین پیامبر احب الیه من دنیا به ما فیها میشد پیامبر رو دوست داشت دینش رو دوست داشت از همه چیز براش بهتر بود با همین برخورد خوب این سیرت به اون یاد میده که گونه با کسی که میخواد مسلمونش کنیم با مسلمون با غیر مسلمون برخورد کنیم با یه هدف دیگه می اومد اما وقتی برخورد پیامبر رو میدید مسلمون میشد خب این نتیجه فهم سیرت میشه اما الان نگاه کنید برخورد های تندی که میشه طرف میلیاردها رو برای خودش میذاره خون مردم رو داره میمکند برای خودش توی بانک حسابها حساب ها باز کرده حالا این مکیدن خون مردم انواع و اقسام داره دیگه همطور که خودم فرمان که ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون مال الناس بالباطل و عن سبیل الله مال مردم به ناحق میخورند این ها احبار روحانی و مردم را از دین خدا باز می‌دارند. خب این خوردن مال مردم سبب میشه که مردم از دین برگردن بر نادرست سبب میشه که انسان از دین متنفر بشود چرا بایسی مردم ایران از دین متنفر بشن چرا بایسی الان دین حراسی در جهان این گونه داره در حال پیشرفت است در حالی که دین چقدر در حال پیشرفت بود تا زمانی که این داعشی ها و روی کار نیومده بودن این جنایات مرتکب نشده بودن چقدر گرایش مردم به دین زیاد بود مسلمان ها در اروپا چقدر عزت و احترام داشتن دین چقدر در حال پیشرفت بود اما الان چرا به خاطر همین برخورد است آقا عالمی که میاد مال مردم رو میخوره خون مردم رو میمیکن چگونه میخواد بشه قدوه و اسوه چگونه باعث میشه که ایمان رو در قلب مردم زیاد کنه مردم وقتی اینو میبینند اونو به عنوان نماینده دین میدونند از دین در میرند از دین بدشون میاد اما رسول الله صلی الله علیه وسلم که الگوی ماست بهش ایمان داریم و همیشه داریم میگیم که اشهد ان محمد رسول الله برخوردشون چگونه بود و می که هر چی من دارم برای شماست من چیزی برای خودم نگه نداشتم هر مالی که در پیش من باشه مال شماست هر کس هم که بیمیرد بدهکاری داشته باشه من بدهکاریشو ادا می کنم رو سرپرستی می کنم دولت هست پیامبر هست حکومت داره این برخوردش بود که مردم می میشدن و وارد دین میشن خب بس بایستی پیامبر رو صلی الله علیه و خوب بشناسیم مسئله بعدی اینه که در دعوت دادن به دین ما نیازمند این هستیم که سیرت پیامبر رو بتونیم که پیامبر چگونه دعوت دادن خداوند میفرماند که قل هذه سبیلی این راه من هست این دین من هست ادعو الى الله على بصیرت انا من من و هر کس که پیروی من هست بر اساس بصیرت بر اساس آگاهی دعوت میدهم پس دعوت به دین خدا باید بر اساس بصیرت باشد این بصیرت وقتی پیامبر میگه که من بر اساس یک بصیرتی دعوت میدم نیازمند این هست که بدونیم که پیامبر چگونه دعوت داده اولا به چی دعوت داده رسول الله صلی الله علیه وسلم راه و روش رسول الله صلی الله علیه وسلم در دعوت بدونیم وقتی میخوایم مردم رو دعوت بدیم و حالا چه اونهایی که در بدعتهای سنگین عقیدتی واقع شدن چه در بدعتهای عباداتی چه در مشکلات دیگه در جامعه هست میخواد یه فردی دعوت بدیم پیامبر چگونه مردم رو دعوت میدادن چگونه مشرکین رو دعوت دادن چگونه مسلمانی که در گناه واقع میشد یا میخواست گناه کنه چگونه اون رو دعوت میداد پس بدونیم اولویت ها را بدونیم در دعوت چی مهمتر هست از اون شروع کنیم خیلی ما از ما امکان داره متاسفانه شروع میکنیم از اموری که اولویت نداره همه چیز در دین مهم هست اما اولویت ها هست وقتی شخصی نماز نمیخونه شما بهش میگید آقا سیگار نکش مثلا کسی که عقایدش نادرست هست شما از اولش نمیاد آقا بیا نماز بخون اول عقیدش رو درست کن محبت خدا و پیما در قلبش قرار بده و بعد کم کم مسئله نماز میاد مسئله ترک منکرات دیگه میاد همه چیز میاد اولویت ها رو بایستی مد نظر قرار داد پیامبر چگونه دعوت دادن الگوی ماست میخوایم که بدونیم پیامبر چونه دعوت داده بصیرت این بصیرت چیه من نفهمم که من تبعن کسی که از من پیروی میکنه باید بر اساس بصیرت باشه بایستی زندگی پیامبر رو بدونم محبت پیامبر رو نسبت به بی مردم بیم چقدر دوست داشت که مردم به راه راست بیان پیامبر معیوس نمیشد از اینکه این شخص ایمان نیاورد نفرینشون نکرد لعنتش رو نکرد اونها رو ترد ترک نکرد فوری یک بار دعوت داد اینا دیگه انسان نیستن اینها لیاقت اینو ندارن که من باشون صحبت کنم اینها رو نگفتن بلکه خودم فرمود که تو خودتو به درد سر انداختی خودتو میکوشی اینقدر غم و غصه ای اینها میخوری تو وظیفه تو انجام بده خب اینها نیازمند این است که ما سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم رو بدونیم مسئله مهم دیگری که در سیرت پیامبر هست اینه که خود سیرت نشانه است از نشانه های نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی ها بودن وقتی که سیرت پیامبر رو خوندند ایمان آوردند و مسلمون شدند زندگی رسول الله را دیدند از اون قبل از نبوتش تا بعد از بعثتش در عهد مکی در عهد مدنی همه اینها وقتی سیرت پیامبر خوندن می که این پیامبر هست دروغو نیست خوش می گفتن که حتی اونایی که می اومدن می گفتن که چهره محمد چهره انسانی دروغو نیست پس وقتی که ما می خونیم از زندگی رسول الله که شخصی نبوده که بیاد سو استفاده کنه از وضعیت مردم به خاطر اینکه یک ظلم اجتماعی یه نوعش در جامعه هست بخواد اون علم کنه و وسیله اون مردم را جذب خودش کنه و خودش حاکمیت به دست بگیره اینها هیچ کدام نبوده هیچ وقت سو استفاده نکرده دعوت به بزرگی خودش نداده به اینکه خودش حاکم باشه مردم اونو بپرستن از او پیروی مطلق داشت نکرده پس خود سیرت نشانه است از نشانه های نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم در سرگذشت اسلام آوردن یه فردی اینو من خونده بودم قبلا که میگه به این آیه رسیدم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس خدا تو رو نگه میداره اگه شما نکن همین آیه بود میگید اینجا رسیدم فهمیدم که هیچ کس نمیاد دیگه به خودش هم دروغ بگه به خودش دیگه دروغ نمیگه کسی جان خودش رو فدای این نمیکنه کسی که ریاست و رهبری میخواد مردم رو فدای خودش میکنه نه خودش رو فدای اونها میکنه دیگه که وقتی گفت که دیگه نیازی به نگهبان ندارم یکی این شخص که دیگه نمیاد به خودش دروغ بگه خودش رو در معرض حلاکت قرار بدهد این سبب میشه که ایمان بیاره همین سبب ایمان آوردنش میشه راستگو بودن رسول الله صلی الله علیه وسلم در دعوتش در زندگیش در کارهایی که انجام داده همه اینها نشانه از نشانه های نبوت رسول الله صلی الله علیه و سلم هست ابن قیم رحمت الله علیه صحبت زیبایی داره در این قضیه که شناخت سیرت رسول الله صلی الله علیه و سلم دروازه بزرگی است برای رسیدن به سعادت اگه میخوای به سعادت برسی بایستی راه و روش پیامبر بهش آگاهی داشته باشی باید شناخت داشته باشی و به اون عمل کنی هیچ وقت انسان به سعادت نمیرسه وقتی خودشو بینیاز از پیامبر خدا بدونه وقتی که هیچ اطلاعی از هدی رسول الله از راه و روش رسول الله نداره به سعادت نمیرسد فکر نکنم منکرین سنت احساس سعادت و لذت کنن در عباداتشون حتی وقتی که پیامبر خدا را الگو و اسوه خودشون قرار نمیدن و خود را بینیاز از او میدونن و فقط میگن که قرآن 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 بدون اینکه فهمی از فهم رسول الله باشه یا پیروی از سنت رسول الله باشه واقعا انسانو از سعادت دور میکند ابن قیم رحمت الله علیه زیبا میگن میگون که در حدی خیر العباد اتاق فرمان اگه میان بناتون آماده است با هم ببینیم بعد از این قضیه بعد هم شلا انشالله لطف کنید وصل کنید ابن قیم رحمت الله علیه در کتاب خودشون زاد المعاد فی هدی خیر العباد حتما این کتاب رو بخونید بسیار کتاب است. تمام راه و روش و سنت رسول الله سیرت پیامبر در این کتاب آورده اون چیزی که ما نیازمند اون هستیم و آورده در زندگیش پیامبر چگونه بوده میفرمان که و من هنا تعلم اضطرار العباد فوق كل ضرورت الى معرفه الرسول و ما جاء به نیازمند هستیم که پیامبر رو بشناسیم و اون دعوتی که آورده و تصدیقه فی ما اخبر به اون چیزی که خبر دادم تصدیقش کنیم پس پیامبر راستگویی است هر چیزی که وقت من شناختمش زندگیشو دیدم خوندم به یقین میرسم که پیامبر صادق هست الان متاسفانه چرا وقتی میگیم که رسول الله صلی اینو فرموده قبول نمی کنیم اما وقتی میگیم بله فلان دانشمندان فلان دانشمند این بررسی ها این پژوهش ها اینو گفته اون وقت قبول میکنیم اما اگر واقعا پیامبر خوب شناخته بودیم محبت پیامبر در قلبمون بود هیچ وقت دیگه سخن پیامبر رو رد نمی کردیم منتظر نمی که بگیم که بگن به ما بگن که بله در فلان دراسات فلان پیشوهش ها فلان بررسی ها دانشمندان فلان کشور فلان دانشگاه اینو گفتن نه خیر رسول الله برای من خیلی بالاتر از این هاست این ها اصلا تأییدم نکنند من به کسی ایمان دارم که پیامبر خداست یقین دارم که راست میگوید هرچی او بگوید من تصدیقش میکنم ام لم یعرفو رسول هم فهم له منکرون وقتی پیامبر رو نشناسیم درست اینجاست که ما منکر میشیم احادیث پیامبر خیلی اون چیزهایی که پیامبر خبر داده به اصل وحی به ما رسونده قبول نمی کنیم. چون پیامبر درست نشناختیم اما فلان دانشمند غربی وقتی میگه آقا حاضر میشه قبول کنه خب تا اونجا که میگه فانه لا سبیل الی السعادة والفلاح لا فی الدنیا ولا فی الآخره الی عیدی الرسول سعادتی در دنیا و آخرت نیست مگر بر اساس راه و روش پیانبر الله و وسلم بعد میگه که هر کس که خودشو دوست داره و میخواد خودش نجات بدهد میخواد خود را به سعادت برسونه بایستی راه و روش پیامبر رو بدونه بایستی برای رسیدن به سعادت راه و روش پیامبر رو بدونیم خب یه میان برنامه رو با هم ببینیم برمیگردیم و با شما بیننده عزیز خواهیم بود با سلام مجدد خدمت شما بینندگان عزیز و محترم از الان میتونید با ما تماس داشته باشید نظرات خودتون در این مورد رو با هم بشنوید بله اولین تماس آرزا از اصفهان بفرمایید آرزا سلام عرض میکنم خدمت شما و بیننده و و السلام و رحمت الله و برکاته از کنم آقای حسینی اگر اجازه بده من با توجه به اینکه که پیروی کردن از پیامبر خدا صلی الله علیه و, علی و سلم برای همه مسلمانان واجب است و با توجه به اینکه در خود کتاب سعی مسلم جلد سه صفحه 1478 حدیث 1851 به خدا صلی الله علیه و علیه و, علی و سلم می و من ما تاولی فی اونق هیبه و ما تا میته جاهلیه یعنی هر کس بمیرد و برگردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلی مرده است و این دقیقا در مورد آقای امام زمان علیه, علیه السلام است که باید ما در قبل از مرگ خود امام زمان خود را شناخته باشیم حالا بنده میخواستم ببینم آیا شما با توجه به کتاب سری خودتون مهدویت را انکار میکنید یا اینکه منکر مهدویت نیستید و این حدیث را قبول دارید میتونم یه سال داشته باشم بله، بله. فرمودید که بله فرمودید که ما بایستی قبل از مرگ امام زمان خودمون رو شناخته باشیم آیا شما امام زمان را شناخته اید دیده اید روایاتی که شما دارید میگه که بایستی لابد من امام ظاهرین یعرفو امامی که ظاهر هست و شناخته میشه الان بر اساس این چیزی که خودتون فرمودید آیا شما و شیعان قبل از شما شیعان بعد از شما از سال دویست همه امام زمان را شناخته اند و با او بیعت کردن و در گردن اونها بیعت با امام هست؟ سنی. ما حتی تولد آقای امام زمان علیه السلام رو هم در کتب خودمون داریم نه اشکال نداره بره. تولد من میگم آیا شما امام زمان را دیدید باش با بیعت کردید شناختیدش تصویرشو دارید امام زمان را دیدند بله دیدنش دیدند نه شما دیدن. دیدید نه. شما باش با بیعت کردید بنده به گردن خودم میدونم که با امام زمان خودم بیعت کنم یعنی مگر میشه من با امام زمان خودم بیعت نکنم مگه میشه همچین نه منظور اینه که آیا شما اونو دیدید میگه که بود من امام ظاهرین این چیزیست که در روایاتتون هست درسته این روایت میدونید که ظاهر باشه و یعرف شناخته بشه و امام وقتی مرد دیگه بیعتی با اون امامی که فوت کرده نیست مثلا امام دهم ده وقتی فوت کرد امام یازدهم اومد دیگه شما با, ام، با امام یازدهم هم بیعت میکنید دیگه با امام دهم ده بیعت نیست امام یازدهم که فوت کرد خب اون, اون ظاهر بودن شناخته میشدن بر اساس روایاتتون الان شما امام دوازدهم کدام یک از شیعیان اونو دیدن از سال دویست هجری تا الان الان هزار هستیم نزدیک هزار و سال میترس این من سنگینی بخوام بگم بر اساس اون چیزی که شما میگید پس تمام شیعیان بر اساس میته جاهلی جاهلی مردن زیرا که امامو ندیدن و بیعتی هم نداشتن باید ببینید گفته هر کسی بمیرد و برگردن او بیعتی نباشد به مرگ جاهلی از من بر اساس روایات خود شما اعتقاد خود شما دارم صحبت میکنم چون ما که اعتقادی به امام دوازده همی نداریم اصلا اعتقادی به دوازده امام نداریم و معتقد هستیم که نبوت و رسالت بعد از پیامبر تموم شد یک کسی بعد از پیامبر مثل پیامبر واجب الاتباع نیست و رکنی از ارکان دین و یا مذهب هم نیست اما شما معتقد هستید که بایستی امام ظاهر یعرف امامی که ظاهر باشه دیده بشه و بهش ایمان بیاریم آیا واقعا این در مورد شما و دیگران صادق هست این قضیه آیا شما امام را دیدید خب آقای حسین پس شما مهدویت رو دارید انکار میکنید اینه یک من دارم از اص... نه شما یه یک لطف کنید با هم بریم دیگه نگیم آقا شما مهدویت رو انکار میکنید من در اصل امامتی که شما میگید میگیم که شما این حدیث آوردید که میته جاهلیه هست الان میگم که شما بر اساس گفتار خودتون از سال 1260 تا الان تمام شیعیان حالا مگر یک عده اندکی که گفتن ما امامو دیدیم باقی همه بر اساس میته جاهلی بودن همه در گمراهی بودند. هیچ کدام امامشون رو ندیدن الان اگه شما امام رو دیده باشید مگه نبایستی پیرو مهدی باشید چرا میگید شما مرجع تقلیدتون چرا مهدی نیست چرا فلان آیت الله است چون مرجع تقلید ما نایب می شود امام امام زمان که مرجع، مرجع نیستن مراجع بزرگوار علمای بزرگوار مشتردینی هستند که مطمئنا تعدادی از آنها دیدن صد در صد اما امروز ما میتونیم بگیم چون حضرت علی علیه السلام رو ندیدیم پس نباید قبول داشته باشیم نه شما مذارت میخوام چون شما امام جدید که میاد شما امام جدید که میاد دیگه تموم شد امام قبلی دیو شما باش بیعتی ندارید شما بیعت با امام جدید دارید حضرت علی رضی الله عنه ما بهش ایمان داریم و خداوند از او به خوبی یاد کرده از جمله سابقین اولین هست داماد رسول الله است پدر حسن و حسین هست و ایمان به او یعنی ایمان به رسول الله است محبت او از ایمان هست اما قضیه این که شما اونو به عنوان امام قرار بدید بعد باش بیعت کنید امامی که من عند الله است با امامی که مردم انتخاب میکنن این حدیث میخواد بگه که آقا مردم باید امام داشته باشن رهبر داشته باشن حاکم داشته باشن نباید جامعه بدون حاکم باشه جامعه ای که بدون حاکم باشه مثل جامعه قدیمی غیر اسلامی بود در جزیره العرب که حاکم نبود هر کی برای خودش قبیله برای چیزی بود میگه نه مردم باید یک حاکمی داشته باشن که دین را در میان اونها احکامش به اجرا بذارند حالا این امام چه بر باشه چه خوب باشه چه بد هم که حضرت علی فرمودن که لابد دل الناس من امام بر او فاجرین باسی مردم یک امام خوبی داشته باشن یا بد فاسق فاجر باشه یا خوب باشه میگه با هم با این امام فاسق و فاجر هم بیعت کن حضرت علی میفرمایند و حدیث هم اینو میگه که آقا مردم باعث یک حاکمی داشته باشن مگه میشه آقا شما الان از اصفهان زنگ زدید میشه اصفهان بدون استاندار یا فرماندار باشه نمیشه یه شهر یک شهرستان یک استانی یک روستایی هم یک کت لازم داره حدیث اینو میخواد بگه بحث امامت نیست بحث مهدویت نیست بحث اینه که مردم میخواد بگه که نیازمند حاکم هستن حضرت علی فرمودن که فاجر باشه یا خوب باشه این اصلا خود سخن حضرت علی هم این نظریه مهدویتی که شما معتقد هستید و امامت رو کلا نقض میکنه خب آیا حسینی ما اهمتا یهدون الانار داریم و همینطور امامان بزرگواری که به راه بهشت ما رو میبرن هم جهنم و هم بهشت پس ما هم امام جاهر و هم, هم امام عادل داریم اما آیا شما منکر مهدویت هستید؟ انکار میکنید یا خیلی؟ این مهدویت مهدویتی که شما معتقد هستید که هیچ کدام از اهل سنت معتقد نیستن من اتاق فرمان صفحه لپتاپ رو لطفی کنید به بدید نها کنید آرزا این روایت با هم بخونیم کنید این روایته. میگوه که محمدابن عیسی ودبن و احمد ابن محمد از ابن محبوب از یعقوب ابن سراج قال میگوه به ابو عبدالله عليه السلام گفتم که تخلو الارض من عالم منکم آیا زمین از عالمی از شما حین ظاهرین زنده باشه و ظاهر و آشکار باشه تفزع الیه الناس فی حلالهم و حرامهم که مردم به اونها پناه ببرند در, موق... در, در... امور حلال و حرامشون به اونها مراجعه کنند میگه گفت که یا ابا یوسف لا پیش وقت امکان نداره پس نگاه کنید این خط قرمز نمیشه شده حی ظاهرین حی ظاهر دقت کنید من عالم منکم حی ظاهر تفزع الیه الناس حی ظاهر یعنی چی الان خب اعتقاد شما دارید مهدی دوازدهم حی هست اما آیا ظاهر هست تفزع الیه ناس هست آیا مردم به او پناه میبرند به او مراجعه میکنند در فهمیدن حلال و حرام آقا رضا شما الان در حلال خب و حرامتون به امام زمان مراجعه میکنید یا به مراجع تقلید خب اولا شما نمیتونید بگید ظاهر نیست همونطور که نمی نمیتون شما نمیتونید بگید ظاهر هست یا نیست پس ما نمیتونیم انکار کنیم که ظاهر نیست مطمئن خب ظاهر نیست نه آقا شما الان آیتالله الله خامنه ای به عنوان ولی فقیه درسته؟ ظاهر هست ازش. یا نه؟ الان ظاهر هست؟ میبینید شما اونو؟ خب شما مرجع تقلیدتون مذارت میخوام مثلا فلان آیت الله آیا اون هست میبینید بهش مراجعه میکنید در حلال و حرام یا نه؟ بله شد این نیاز شما به اینگونه افراد هست نه به مهدی که دیده نمیشه هیچ چیزی برای شما حل و فصلی نمی کنه حلال و حرام شما به مهدی مراجعه نمی کنید شما به مرجع تقلید مراجعه کردید به فلان آیت الله به ولی فقی به دادگاه به قاضی ما روایت داریم آقای حسینی عزیز ما روایت داریم که در زمان غیبت امام زمان علیه السلام باید به مراجع و مقلدین و مشهدین پس چرا بایستی من به مهدویت ایمان داشته باشم؟ یه روایت دیگه با هم بخونیم و بعد چون بیننده دیگه هم پشت خط هستند نگاه کنید آرزا این روایت نگاه کنید حدثنا محمد ابن عیسی ان الحسن ابن محبوب والحجاد ان العلا عن محمد ابن مسلم ان ابی جعفر علیه السلام قال لا تبقى الارض بغیر امام ظاهر زمین هیچگاه بدون یک امامی که دیده بشه رها کرده نمیشه بسایر و درجات محمد ابن حسن صفار صفحه 506 ممنون بیننده بعدی آقا نادر بفرمایید سلام و علیکم السلام و رحمت الله و بفرمایید من یک سالی داشتم در مورد حضرت علی رضی, تعالی رضی الله عنه آنها برایش جناب. این شیعه سفری، شیعه افرادی بر چه مدرکی، چه سندی حضرت علی را قبول اگه حضرت علی را قبول داشته بودم، چطور به همسران پیامبر، چطور به پدر بزرگ اسلام، چطور به پدر مادر بزرگ اسلام، چطور به حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، دوین پس معلومه که حضرت علی اینا والا بلا حضرت علی قبول ندارن اگه حضرت علی قبول داشته بودن حضرت علی پیروه حضرت ابو بکر بود پیروه حضرت عمر بود پیروه قرآن بود پیروه توحید بود پرو حضرت عثمان بود به اسم حضرت دارم میچاپم احسن جزاک الله خیر آقا نادر سیرت پیامبر گفتیم که شامل سه چیز هست یکی شناخت خود رسول الله است بعد دعوت پیامبر اصحابش یارانش که به عنوان شاگردان او هستند و آنها را تربیت کرده سوم هم دینش هست سوم دین رسول الله است که این دینو که به جهانان رسونده چیه اینها همه شامل سیرت میشه اگر کسی واقعا پیامبر رو شناخته بود سیرت خونده بود هیچ وقت به پیامبر اهانت نمیکرد، زیرا اهانت به اصحاب رسول الله دید. یعنی اهانت به خود رسول الله صلی الله علیه چرا که پیامبر رو نشناخته ندونسته پیامبر چی کار کرده چی تربیت کرده چه زحمت هایی کشیده یه بار آقا همینطوری میاد نشناخته پیامبر رو نشناخته و بر اساس اینکه اونو نشناخته ایمان درستی هم به پیامبر نخواهد داشت اینجاست که میاد احانت به پیامبر میکنه در حالی که ادعام میکنه که من پیامبر رو دوست دارم هدفم من محبت پیامبر اهل بیت هست احسان جزاكم الله خیر بفرمایید ابو عایشه خیلی ممنون خدا حافظ. خواهش میکنم معذرت میخوام <تصفح> ابو عایشه بفرمایید جواب شما خیلی زیبا جواب این آقا رزا رو دادیم استاد گرامی و من وقتی شما تشریف داریم یادبی هست که من بخوام خواهش بکنم بفرما چون حسینی عزیز جنو حسینی بزرگوار اینایی که میگن که اگر کسی با امامش بیعت نکرد اونجور شما واقعا زیبا فرمید های تو با هم بیعت کردی بیعت امام رو باید ببینی که بیعت بکنی بعد وقتی امام وفات کرد تکلیف اون مسلمان که بعد از این امام هست چی میشه آیا اینا از آن فکر میکنن که بعد از اینکه امام مرد از این دنیا رفت آیا اونا همه دیگه مرتدن به میت, به میت جاهلیه از دنیا میرن در اینا, نه همش جناب حسینی عزیز دوری از قرآن هست بله. ولی این وقتی این سخنها رو من میشتم بیادی این آیه میوفتم و قال رسول یا رب این قومی اتخذو هاز القرآن محجورا بله روزی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در قیامت الله تعالی رو خطاب قرار میده ای الله این قوم این روافه قرآن را رو ترک کرده و امروز متاسفانه اینا دوری از قرآن هست دوری از کتابی که سبب هدایت میلیون ها از همین برادران شده فقط ترجمه خالی شو خوندن باور به فرمای جناب حسینی عزیز کتابی به این روشنگری یعنی واقعا شما آیات قرآن رو وقتی نگاه میکنید فقط از الله تعریف میکنه از, از صفحه اول تا آخر توحید هست به شتابی به الله الله شناسی هست دوری از شرک عبادت غیر الله رو ترک می حتی به خود محمد صلی الله علیه و سلم وقتی سلام. محمد میگه و ما محمدون اینجا نفی میکنه و ما محمدون. محمد محمد هیچ نیست وقتی نفی میکنه فقط میگه استثناء قائل میشه الا رسول مگر یک رسولی حتی محمد رو نفی میکنه در برابر الله به محمد حتی بعضی جاها الله تعالی هشدار میگه تو شرک حتی تو بگونی محمد من شوخی هم با تو ندارم تمام اعمال حفظ میشه متاسفانه اینو بزرگی الله تعالی در قلبشون نیست بزرگی و عظمت کلام وحی در قلبشون نیست و من از همین تریبون شما اینها رو دعوت میکنم به سوی الله جل جلاله که همون قرآن عظیم این کلام وحی هست و به سوی سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم که از قرآن ثابت هست و الله تعالی میفرمان که پیرو رسول الله اگر میخواین باشید بیایید پیرو صحابه مهاجرین و انصار باشید تا وارد بهش بشید عرض آخر بنده این جناب استاد حسینی عزیز اهل سنت تمام احادیثشون با قرآن مطابقت داره از شما خواهش میکنم اینکه پیامبر خدا صلی الله علیه و آله فرمودن که من رو اینجوری درود برای من بفرستی اللهم صل علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی آل ابراهیم انک حمید مجید این رو با آیه 73 سوره هود شما مطابقت بدین اونجا میگه انه حمید مجید اینجا میگه انک حمید مجید که اون مخصوص زن حضرت ابراهیم است یعنی اهل بیت که اهل بیت درجه یک زنان رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی ببخشید که من خیلی ممنون شما الله خیر و بارک الله فیکم خواهش می یه روایت آقا رضا اگر پش... هنوز بیننده ما هستن آقا رضا در مورد این بحث امامتشون اتاق فرمان اگه صفحه لپتاپ ما بدید در روایتی که در اصول کافی هست جلد یک صفحه 375 نگاه کنید میگه والله یا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهرا عادلا كسي که از اين امت ام امامی ام خدا نداشته باشه كي ظاهر باشه آه يعني یعنی اینکه دیده بشه آشکار بشه و عادل اصبح بالا طائعا میگه که گمراه و سرگردان است هذه المال ما میت تکفر و نفاق اگر در غیر این صورت بر اساس کفر و نفاق مورده. پس الان شما نگاه کنید امام ظاهر عادل و کجا شما میتونید ببینید وجودی نداره امامی که از سوی خدا باشه و ظاهر و عادل باشه ظاهر نیست کسی نمیبیند مشکل این است که اتاق فرمان خیلی ممنون اتاق برادران عزیز مشکل ما در اینجاست که وقتی که درست پیامبر رو نشناسیم چرا میگم باید سیرت پیامبر رو بخونیم واقعا وقتی انسان سیرت پیامبر رو میخونه بعد انسانیش بود اینکه عبد خداست در ابتدا و بعدم رسول خداست ما اینو باید بفهمیم مشکل ما این است که وقتی که انسان پیامبر رو همطور ابن قیم میگه رحمت الله میگه در بحث سیرت پیامبر مردم سه دسته هستن یه دسته که بطور کلی محروم هستن هیچ از پیامبر نمیدونن وقتی انسان پیامبر خوب نشناخته اینجاست که اونو واسطه خودش با خدا هم قرار میده دیگه اونو خدا قرار میده اونو قاضی حاجات خودش قرار میده میگه که این میتونه نیازهای منو برآورده کنه اما اگر سیرت پیامبر خونده بود میدونست که این پیامبر چی کار کرده چه دعوتی داده دعوتی به توحید داده نه اومده خودشو به عنوان جانشینی قرار بده خود را خدایی قرار بده حتی همه اینها وقتی انسان متوجه میشه اما وقتی که نمیشناسه دچار این حرافات میشه یه گروه هستن که تعداد معلوماتشون از, از سیرت بسیار کم هست یه گروه هستن که شناختشون از پیامبر صلی الله علیه وسلم عالی است اینجاست که واقعا انسان به سعادت میرسه پس محبت پیامبر رو در قلبمون جا بدیم اون هم نمیشه مگر با شناخت درست از رسول الله صلی الله علیه وسلم والله اگر سیرت پیامبر درست نشناسیم درست خدا نخواهیم راه را گم خواهیم کرد پیامبر اومد که راه خدا را به ما نشون بده اگر ما این پیامبر رو نشناسیم چگونه این راه را به ما نشون داد گمراه میشیم ما هم دچار انحراف میشیم بدونیم پیامبر رو بشناسیم بخونیم از زندگیش محبتشون در قربمون زیاد بشه ایمان را زیاد کنیم از او پیروی کنیم تا به سعادت برسیم خدایا ما از تو خواستار محبتت محبت پیامبرت محبت بندگان صالحت و محبت هر کاری که ما را به محبت تو نزدیک میکنه خواست داریم و درود و سلام خدا بر همه شما و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته